دومین پیشنهاد رئال با امباپه، کهکشانی ها در انتظار پاسخ مثبت. لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد. بارسا با بایرن خورد، مسی با پپ. رسمی جورجینیو بهترین بازیکن سال اروپا شد. صحبت های مهم الخلیفی و مدیر رئال درباره وضعیت امباپه. آس توافق شخصی کریستیانو رونالدو با سیتی، قرارداد 2 ساله با دستمزد 15 میلیون یورو در سال. با درود و سلام های مجدد، امیدوارم در هر جایی که هستی صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بزرگترین حمایت شما عزیزان از ما لایک این ویدیو هست، پس لطفاً اون را از ما دریغ نکنید. در صورت رضایت تب می توانید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. نام رونالدو هفته هاست که به یک سوژه مهم نقل و انتقالاتی تبدیل شده است. گفته می شود او قصد ترک یوونتوس را دارد و با فاصله 6 روز تا پایان انتقالات تابستانی هنوز مشخص نیست که فصل جاری را در تورین خواهد ماند یا خیر. در ایتالیا معتقدن رونالدو هر طور که شده به دنبال جدایی هست و به همین منظور جورج مندس ایجنت او از روز گذشته در شهر تورین حضور دارد تا با سران یوونتوس مذاکره کند. هرچند هنوز هیچ پیشنهاد رسمی از باشگاهی برای رونالدو به یوونتوس نرسیده، اما به نظر میرسد مقصد بعدی او منچستر سیتی باشد. طبق ادعای توافق بین رونالدو و سیتی قطعی هست و دو طرف بر سر قرارداد 2 ساله با دستمزد 15 میلیون یورو خالص به توافق نیز رسیدند، ولی مشکل اصلی جلب رضایت یوونتوس هست. سیتی قصد ندارد هیچ مبلغی را برای رونالدو پرداخت کند و با معاوضه بازیکن فکر میکند. یوونتوس نیز یا 25 میلیون یورو طلب خواهد کرد یا گابریل جسوس را، در حالی که پپگواردیولا کدن با جدای جسوس مخالف است و ترجیح میدهد رحیم استرلینگ وارد پروسه معاوضه شود. با فاصله 5 روز تا پایان نقل و انتقالات باید دید بالاخره سرنوشت رونالدو چه خواهد شد. امباپه و احتمال انتخاب یک شماره غیر منتظره در رئال. آس مدعی شد ممکن است کلان امباپه بعد از انتقال به رئال مادرید پیراهن شماره 5 را برتن کند. آینده کلان امباپه همچنان یک از بزرگترین ابهامات فوتبال اروپا محسوب می شود. این ستاره فرانسوی قرارداد خود با پاریس سن ژرمن را تمدید نمی کند و در سمت مقابل گفته می شود که رئال مادرید به شدت شرایط جذبی او را بررسی می کند و قصد دارد در همین تابستان این بازیکن را به خدمت بگیرد. اما چالش سخت رئال مادرید در راه جذب ستاره فرانسوی راضی کردن پاریس سن ژرمن و مشخصا امیر قطر یعنی تمیم بن حمد آل ثانی است. در واقع مرد قطری در سالیان اخیر نشان داده که در رابطه با جدای ستارهای باشگاه تحت مالکیتش کاملا سرسخت است و قطعا کلیان امباپه نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. با این وجود در روزهای گذشته خوشبینی زیادی در اسپانیا نسبت به نهایی شدن این انتقال بزرگ وجود داشته است. از طرف دیگر در یکی دو روز اخیر اخبار پیرامون انتقال امباپه برای رئال مادرید وارد فاز جدیدی شد، چرا که لئوناردو مدیر ورزشی باشگاه پاریس سن ژرمن رسما اعلام کرد که این بازیکن خواهان جدایی است و در صورت دریافت پیشنهاد قابل قبول لوس بلانکوس اجازه جدایی او را صادر خواهند کرد. اما حالا که احتمال انتقال امباپه به رئال مادرید بسیار بالا رفته، آس در گزارش به شماره پیراهنی که ممکن است این ستاره فرانسوی در این تیم برتر کند اشاره کرده و مدعی شده است که این احتمال وجود دارد که او شماره 5 را برتر کند، پیراهنی که سالها قبل آن را زیندون زیدان هموطن و اسطوره کلان امباپه برتن میکرد. 32 تیم حاضر از تمام قاره سبز حریفان خود را در مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا شناختند. قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2021-22 در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار شد و تیم های حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند. مهمان ویژه این دور از قرعه کشی دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا لوئیس فیگو اسطوره فوتبال پرتغال بود و وی قرعه کشی را انجام داد. بر اساس نتایج برآمده از قرعه کشی گروه بندی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است: گروه آ منچستر سیتی، پی اس جی، لایپزیگ و کلوب بروژ. گروه B اتلتیکو مادرید، لیورپول، پورتو و میلان. گروه C اسپورتینگ لیسبون، دورتموند، آژاکس و بشکتاش. گروه D اینتر میلان، رئال مادرید، شاختار و شریف تراسپول. گروه E بایرن مونیخ، بارسلونا، بنفیکا و دینامو کیف. گروه F رئال، منچستر یونایتد، یانگ بویز و آتلانتا. گروه G لیل، سویا، سالزبورگ و وولفسبورگ. گروه H چلسی، یوونتوس، زنیت و مالمو. فینال رقابت‌های فصل 2021-22 لیگ قهرمانان اروپا با میزبانی کشور روسیه و در ورزشگاه سن پترزبورگ برگزار خواهد شد.
ناصرالخلیفی رئیس باشگاه پاری سن ژرمن به دو سوال مهم نقل و انتقالاتی درباره کیلیان امباپه و کریستیانو رونالدو پاسخ داد. رفته رفته با پایان نقل و انتقالات تابستانی نزدیک می شویم و هنوز وضعیت کیلیان امباپه مشخص نشده است. گفته می شود که او بیش از هر زمان دیگری به رئال مادرید نزدیک شده، اما هنوز توافق بین باشگاه اسپانیایی و پاری سن ژرمن صورت نگرفته است. اما تا ساعت گذشته رسانه‌های مختلف گزارش دادند که رئال مادرید جدیدترین پیشنهاد خود را به پاری سن ژرمن ارائه داده و با 180 میلیون یورو خانه جد به ستاره فرانسوی شده است. در واقع این بدان معناست که لوس بلانکوس 10 میلیون یورو به پیشنهاد قبلی خود اضافه کرده است. اما ناصرالخلیفی رئیس باشگاه پاری سن ژرمن در جدیدترین واکنش خود به وضعیت کیلیان امباپه صحبت‌های مبهمی را مطرح کرده و میگوید چی من و چی باشگاه پیش از این موضع خود در این مورد را به شکل واضح بیان کرده ایم. همچنین دوباره آن را تکرار نمی کنیم چرا که بنا نیست آن را تغییر دهیم. ناصرالخلیفی درباره شایعات جذب کریستیانو رونالدو توسط پاری سن ژرمن نیز گفت در مورد جذب کریستیانو رونالدو نیز هیچ بحث و مذاکره وجود نداشته است. همچنین امیلیو بوتراگینیو مدیر ارتباطات رئال مادرید نیز در واکنش به انتقال احتمالی کیلیان امباپه به این تیم گفت من در حال حاضر نمیتوانم چیزی که از آن اطلاع ندارید را به شما بگویم، اما آرام باشید و منتظر بمانید. هافبک ایتالیایی چلسی که در فصل گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان، جام ملت‌های اروپا و سوپر جام اروپا شده بود، به عنوان بهترین بازیکن سال قاره سبز نیز انتخاب شد. در جریان مراسم قرعه‌کشی بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، جایزه بهترین های سال قاره سبز نیز اهدا گردید که مهمترین جایزه آن به جورجینیو هافبک ایتالیایی چلسی تعلق گرفت. این بازیکن در رقابت با کوین دو گروین ستاره بلژیمی منچستر سیتی و انگلو کانته هافبک فرانسوی چلسی قرار داشت و موفق شد این جایزه را از آن خود کند. جورجینیو در فصل گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان و سوپر جام اروپا با چلسی شد و با تیم ملی ایتالیا نیز توانست قهرمان جام ملت‌های اروپا شود و در کسب این افتخار سهم بارزی داشت. رسمی هالند بالاتر از امباپه و لوا، ستاره دورتموند بهترین مهاجم سال اروپا شد. ارلینگ هالند مهاجم نروژی باشگاه بوروسیا دورتموند به عنوان بهترین مهاجم سال اروپا انتخاب شد. ارلینگ هالند مهاجم باشگاه دورتموند که فصل گذشته موفق به کسب جام معتبری نشد، به دلیل 10 گل زده در 8 بازی از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به عنوان بهترین مهاجم سال اروپا انتخاب شد. این بازیکن جوان بالاتر از رابرت لواندوفسکی که برنده کفش طلا شده و بیشتر از همه مهاجمان اروپا و جهان گل زده و کیلیان امباپه که درخشش بسیار خوبی در اروپا داشته به این عنوان دست یافته است. و همچنان سرمربی آلمانی چلسی که با این تیم قهرمان لیگ قهرمانان و سوپر جام اروپا شده بود به عنوان بهترین مربی سال قاره سبز انتخاب شد. توماس توخل سرمربی چلسی که در پی اخراج فرانک لمپارد در فصل گذشته هدایت این تیم بحران زده را بر عهده گرفت و توانست قهرمانی لیگ قهرمانان و سوپر جام اروپا را کسب کند، موفق به دریافت جایزه بهترین مربی سال قاره سبز شد. توخل این جایزه را در رقابت با مانچینی که قهرمان جام ملت‌های اروپا با ایتالیا شد و همچنین پپگواردیولا که عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس را کسب کرده بود دست آورد. اسکای اسپورت گزارش داده است که رئال مادرید دومین پیشنهاد خود را به ارزش 180 میلیون یورو به امباپه ارائه داده است و انتظار می‌رود این پیشنهاد از سوی پاریسی‌ها پذیرفته شود. پس از آن که امباپه به صورت رسمی از باشگاه پاری سن ژرمن درخواست خروج داد، باشگاه رئال مادرید خیلی سریع برای جذب وی اقدام کرد و پیشنهاد 160 میلیون یورویی به پاریسی‌ها ارائه داد. پاریسی ها اما پیشنهاد نخست رئال مادرید را رد کردند و به این باشگاه اطلاع دادند که رقم پیشنهادی آنها اجازه خروج ستاره فرانسویشان را نخواهد داد. یک روز پس از نخستین پیشنهاد رئال مادرید، این باشگاه دومین پیشنهاد خودش را ارائه داده است و انتظار دارد این پیشنهاد از سوی سران پاری سن ژرمن پذیرفته شود. طبق گزارش اسکای اسپورت، دومین پیشنهاد رئال مادرید که به باشگاه پاری سن ژرمن رسیده است 180 میلیون یورویی میباشد و به احتمال فراوان با پاسخ مثبت پاریسی ها مواجه خواهد شد. رئال مادرید در حال این پیشنهاد را ارائه داده است که ناصرالخلیفی با مارکا گفته است که موضع آنها تغییر نکرده و با گفته های قبلی خود پایبند است.